کنی من کرته چکنی من در کرته هم شکفته گلهای وطنی من هر جا که سفر کردم چکن را در بر کردم سیر باغ و گلستان یک بار دیگر کردم چشمی همه بسویم رنگ گلها برویم گلدوزی کلاب است به دختران میگویم کرته چکن را بین گلهای چمن را بین در همه فصلها بهار وطن را بین چکن نوی از هنرهای مردمی می باشد که تاریخ نهایت قدیمه داشته به حیات و زندگی عرف و عادت و عالم معنوی خلق تاجیک زیچ علاقمند است کمیته حفظ میراث فرهنگ غیرمادی یونسکو سنه 29 نویبر سال 2018 در جلسه سالانه خود که در شهر پورت لویس مبریک برگزار گردید چکن تاجیکان را برای خط میراث فرهنگی غیرمادی بشریت شامل کرد. طبق نقشه چاره‌بینی شعبه کاربوزنان و عالی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند در تالار کاه فرهنگ آزمون صدرنگ چکن برگزار شد. من در وقتهای خالیگی خود و دوختنی قروق مشغول می باشم. قروق یکی از هنرهای قدیمی مردم تاجیک می باشد. معنای قروق خود این از پارچه های خردی متا دوختنی دسترخان، چادر عروسی، کرپچه، سوزنی، دسترخان و غیره ها می باشد. در زمانهای گذشته، گذشتگان ما از پارچه های خردی متاق قروق می دوختند، جنده می دوختند که تا کودکانی که تنی صحت نداشتند آن را پوشیده تن صحت باشند، سلامت به وای رسند. یا اینچونین کرپچه های عروسی که امروز به عروسان تیار میکنند، این یک نشانه است از عشق و محبت، از صمیمیت، از مستحکم شدنی آیله گواه می دهد. من در وقتای خالیگی خود به همین قروق دوزی مشغول می باشم و خیلی دوست می دارم، بسیار شاگردو دارم، فرزندان خود رو نیز این قروق دوزی رو با آنها یاد می دهم. و من کسی که هنرمند است خور نمی شود. قبل از آغاز چاره‌بینی معاون رئیس شهری پنجکند پروینه نقیبه از هنرهای مردمی که از جانب هنرمندان چهره دست شهر و دهات پنجکند که به مرز تماشا گذاشته بودند با هیئت حکمان دیدن نمودند.
رئیس شهری پنجکند پروینه نقیبی آزمون صدرنگ چکن را افتتاح نمود. مبید ذکر است که در ردیف سیاست پیش گرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، محترم امام علی رحمان، اوید به احیا گردانیدن رسوم اجدادی در شهر پنجکند باستانی و احیای هنرهای ملی بافندگی و دوزندگی اعتبار مخصوص داده می شود. امروز ما با هنرهای والایی که از اجدادانمان به ما میراث مانده است ارج میگذاریم. فستیوال صدرنگ چکن که با مقصد ترغیب و تشویق لباسهای ملی، تربیه زیباپرستی، تقویت و گسترش بخشیدن و استحصال و استفاده انواع گوناگون لباسهای ملی، رشد هنرهای مردمی دلیل همین ارج گذاری است. شکری صاحب استقلالی کشوری عزیزمان که یک قطار ارزشهای ملی از جمله هنرهای مردمی از نو احیا گردیدند و مغز با تلاشهای پیشوای معظم ملت هنر چکندوزی تاجیکان به فهرست میراثی غیرمادی بشری سازمان یونسکو وارد گشته، باری دیگر به عالمیان ثابت نمود که ملت ما تاریخ غنوبتمند و مردم ما صاحب تمدن و هنرمند هستند. چکن که با هنر والای بانوان تاجیک از خوابات چون رمز آفتاب و نور در تن بانوان رویجا زردباری های مردم جلوگری میکند، زاده و پرورده هنر ازلی از اجدادان ما است. واقعا هنرهای چکندوزی در شکل کشیده‌دوزی و زردباری، آرایش بالشت و لباس بانوان در منطقه ما نیز از قدیم رایج بود و بعدی به استقلالیت رسیدن کشمر خاصا پس از پذیرفته شدن آن از جانب نهادی با نفوذ فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو بین بانوان ما هواداران زیاد پیدا نموده که نمونه آن را امروز ما میبینیم و به هنر دوزنده های بانوان هنرمند بهای بلند میدهیم. با این مقصد قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در باره برنامه رشد هنرمندی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 قبول گردیده. در این زمینه باز هم رشد هنرمندی تدبیرهای ضروری راه اندازی کرده شده است. برنامه مذکور به خاطر باز هم آباد کردن تاجیکستان صاحب استقلالمان، بهر رشد ساحه هنرمندی و سیاحی و به این وسیله حل مسئله های اجتماعی اهالی روانه گردیده است. حاضرین گرامی، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند اقدام های زنان هنرمند را در سمت تاسیس کارگاه دوزندگی، قالین بافی، چکندوزی و نمودهای گوناگون هنرهای مردمی دستگیری می نماید. درست فرمودند که هنر سیم و زر است و سرمایه گران است که آن را به یگان دارایی و ثروت عوض کردن و خریدن ناممکن است. بزرگان برحق گفتند
در هنر کش که زر چیزی نیست، گنج زر پیش هنر چیزی نیست. هنرمندی امکانیت می دهد که جوان دختران و نورسان وقتی خالی خود را ثمرانوگ استفاده نمایند. این به وضع اجتماعی اویله، جامعه و سلامتی انسان اهمیت کلانی دارد. شهر پنجکین با تاریخ غنوتمند، موقع جغرافی نیز از منطقه های مهم مملکت محسوب می یابد. این معنی را اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان هنگام انجام سفر کاریشان به شهر پنجکین بارها تاکید نمودند. از جمله گفتند که مردم پنجکین فرهنگ دوست و تمدن سازند. واقعا محض با پشتیبانی و دستگیری های پیشوای معظم ملت، شهر که باستانی سرز ممنوعگاه تاریخی باستانشناسی اعلام شده، سال 2010 و فهرست میراثی فرهنگی عمر بشری شامل گردید و طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 می سال 2019 سال 2020 5500 سالگی باستان شهر سرز در سطح بین المللی تجلیل کرده شد. تجلیل این سنه مبارک برای معرفی تاریخی ملت و مخصوصا پنجکنت باستانی ما چون یکی از شهرهای قدیمه تاجیکستان در سطح جهانی و جلب سیاحان خارجی و رشد ساحه سیاحی و هنرهای مردمی مساعدت خواهد کرد. اوی و اجرای برنامه رشد هنرمندی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 در شهر پنجکین هنرهای ملی از قبیل سوزنی دوزی، زردوزی، جامدوزی، بافندگی، ریسندگی، سبد بافی و ادرس و ادرس بافی که یک رکنی انعنه‌های مردمی پنجکنت باستانی به شمار می رود تکمیل داده شد. زردوزی های زیبا، کشیده دوزی، اطلس و ادرس، خالین های دستی باف، رویجا، سوزنی، قراغ دوزی، اسباب های ملی موسیقی، ظرف های میسین، محصولات گوناگون آهنگری، کندکاری، بازگو کننده هنرهای والای مردم تاجیک می باشند. ضمناً هنرمندی در پنجکین تاریخ بیش از 5000 ساله دارد و این را بازیافت های نادر از حفریات شهرک باستانی سرزم و شهر پنجکین قدیم یافت شده ثابت می نمایند. در حفریات قلعه سنجرشاه که یادگاری عصر پنج هفی میلادی است، باری نخوز نمونه لباس پشمین یافت شد که با هنری والا بافته و دوخته شده است. هنرمندان شهر پنجکین در فستیوال تعامهای ملی و آزمونهای هنرمندی که در مرکز ولایت و پایتخت برگزار می گردد دائما فعالانه اشتراک می نمایند. در آخر باری دیگر همه شما بانوان و هنرمندان شهر و دیهات پنجکین را به فستیوال آزمون شهری صد رنگ چکن تبریک و مبارک باد نموده برای تان تنی صحت، بخت و سعادت بلند و بردباری ها را آرزومندم. سلامت و سربلند باشید. لالو دوره از بدخشانن، زرفشانه از زرفشانن، خوشخیرامه از دیلی رشتان، دستگول از ملک خطلانن. در جهان یک توف و بی همتا با نوانی تاجیکستانن. ای پرتوچکن نگاه نوروز و بهار، باشد هنر خلق چی با اوج و برار، سرور شده بس کفیل آزادی خلق، بحری همه شادی و نشاط است قرار. سلام از مهر، سلام از محبت، سلام از زیبایی، سلام از نفاست، سلام به شما همدیاران عزیز. حضوری یکایی که شما را به فستیوال شهری صدرنگ چکن صمیمانه خیرمقدم میگوییم. فستیوال شهری صدرنگ چکن در اساس قرار رئیس شهر برگزار میگردد. بایسی افتخار هر یکی ماست که تحت راهبری بواسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت،
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان یونسکو بنیاد معارف و علم و فرهنگ سازمان ملل متحد چکن یک نوع گلدوزی در تاجیکستان را رسما شامل فهرست میراث غیر مادی فرهنگی کرد. مقصد از گذرانیدن فستیوال مذکور احیای هنرهای مردمی، بلند برداشتن حس خشتنشناسی و وطن دوستی و مقصد از آن عبارت است که امروز لباس ملی را گلدختران ما بپر کنند و احیا نمایند. فستیوال از روی شش بخش گذرانده می شود: نمایش لباس های قدیمه، کودکانه، روزمره، ایدانه، رسمی و نمایش نوهای گوناگونی سوزنی دوزی. در فستیوال شهری صدرنگ چکن، طراحان جلال و ساجده، عبدالرحمن و ممزونه، نه و میسره، عبدالرحمن و مولوده، قرابوی و ایسو، رحیم و دلفوزه، بابوچای و زیوروی، نورالی و قیسون، جلال و ممزونه، محمدی و عزیزه، بهرام و پروینه، قرشی و رخشامه، محمود و حفیظه و سعید و مولوده اشتراک می نمایند. حالا هیئت حکمان فستیوال صدرنگ چکن را آشنا می سازیم. امینوا مطلوبا دارنده میدان خدمت شایسته جمهوری تاجیکستان، هنرمند سوزنی دوز. نازولویف شادی بای رسام هنرمند. رحیموف بهزاد سردار اداره های ساختمان و معماری شهر. چکی چکی بورانی با شیرین
اینک میگذاریم به نمایش اولی فستیوال شهری صدرنگ چکن، یعنی نمایش لباس قدیمه چکن در تهیه طراحان شهر و دهات پنجکن منظور شما میگردد. مرحبا.
بگذاریم بر بخش دویوم فستیوال شهری صدرنگی چکن که نمایش لباس کودکانه می باشد. مرحبا.
بگذاریم به بخش سیمی فستیوال شهری صدرنگ چکان، نمایش لباس های روزمره در تهیه طراحان شهر و دیهات پنجکت.
بخش دیگر فستیوال شهری صدرنگی چکن که نمایش لباس مراسمی و ایدانه می باشد.
چکن زب میتا قامت دل جوی تورا گونا چکن زب میتا قامت دل جوی تورا بینازم ای نازنین خم خمی ابروی تورا بینازم ای نازنین خم خمی ابروی تورا چکن زب میتا قامت دل جوی تورا گونا چکن زب میتا قامت دل جوی تورا بینازم ای نازنین خم خمی ابروی تورا بینازم ای نازنین خم خمی ابروی تورا عاشقان هم قفسیم انا ما و تو در این دیاریش هم نفسیم های گلها بیچنیم ما و تو گلهای بزیم انا ما و تو مثال هم دیگر کی برسیم انا ما و تو مثال هم دیگر کی برسیم گرده چکن زب میتا قامت دل جوی تورا گرده چکن زب میتا قامت دل جوی تورا بینازم ای نازنین خم خمی ابروی تورا بینازم ای نازنین خم خمی ابروی تورا چکن زب میتا قامت دل جوی تورا گونا چکن زب میتا قامت دل جوی تورا بینازم ای نازنین خم خمی ابروی تورا بینازم ای نازنین خم خمی ابروی تورا دیگری فستیوال شهری صدرنگی چکن یعنی نمایش لباس رسمی در تهیه طراحان شهر بستانی پنجگان مرحمت
وطن توی وطن دیاری لال خیزی من بهاری موش بیزی من چو جانی من عزیزی من وطن وطن توی وطن ارجمند اولومو با کمال احترام هیئت حکمان فستیوال شهری صدرگی چکن رو به صحنه دعوت میکنیم. السلام علیکم حضوران محترم. بسیار امروز روز خوش برای اهل مردم دیاری پنجکن و این قدر هنرهای زیبا در اینجا تشریف آوردند. دختران بسیار لباس های شینم و زیبا پوشیده برآمدند. رقاصه ها بسیار رقص های زیبا کردند. بسیار هم یک روزی خاطر ما بود برای هم همون. از همین سبب با ما اعضای جوری و خلاصه ها آمدیم و بسیار مشکل بود به خلاصه ها آمدن که به کی جای های سزاوار دانسته شود. از آن جمله که طراحان محترم آن چکنه که امروز در مقیاس جهان در یونسکو پیشنهاد کردید در کار امروزی طراحا خیلی کم دیده می شود.
چکن اساساً کاری دست‌دوزی است. ما در این روز خیلی کم دیدیم. با وجود آنکه هنرمندان توانستن همین محنت خودشان رو به طریق خوب روزنی، به طریق دوختن گلدوزی هایی که در صندوق های ما حفظ شده است و امروز ما گرفتن لباس کردیم. از صندوق گرفتن لباس کردن با کوفته چکن امروزی ما ضروری ندارد. چون که ما خونه دست خودمون رو نشاندیم. Номинации «Лимозин Кадимай Чакан» первый Япон Хазуори Раками Бистуя. Джой Дую Раками Чилуга. خاطره‌ای برای غالیبان فستیوال شهری صدرنگ چکن و از معاون رئیس شهر پنجکن محترمه نقیبی پروینه خواهش می‌کنم که این تحفه‌ها و سپاسنامه‌ها را در فضای تنتنوی برای غالیبان تقدیم
جان جنگی